نخستین کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در حالی وارد تهران شد که شهروندان تهرانی از ساعت‌ها منتظر حضور آنها بودند. گروهی 150 نفره از ملیت‌های مختلف ژاپن، هند، پاکستان، مالزی، اندونزی، تایلند، نپال و بنگلادش. تا کنون چند کاروان از اروپا برای کمک به مردم غزه اعزام شدند و این اولین کاروان آسیایی برای کمک به غزه است و من خیلی خوشحالم از این بابت. 60 سال اسرائیل به مردم فلسطین ظلم می‌کند، ولی جامعه بین‌المللی فقط سکوت کردند. حالا مردم سراسر جهان وظیفه دارند خودشان به فلسطین کمک کنند. و من آذربایجانی هستم، بعد اومدم کمک به فلسطین، زن و بچه‌مو گذاشتم که بیان به این کاروان بپیوندم که بتونم با این کارم کمکی به اونا باشه و به همه بفهمونم که واسه کمک به اونا اومدیم. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در مراسم استقبال از کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه ضمن خوشامدگویی با آنان گفت: شما میهمان مردم شهری هستید که قلب آنان برای همه مظلومان جهان به ویژه مردم فلسطین میتپد. امروز کمک به مظلومین، کمک به کسانی که در چنگله ظلم و فشار قرار گرفتن، در واقع وظیفه همه انسانها و همه مسلمانان و جامعه بشری است. و امروز کاروان شما که یک کاروان احسان، نیکوکاری، کمک به مظلومین و رساندن پیام این مردم هست، بدون شک نمادی از پاکی و ایمان هستید. در پایان مراسم کاروان غزه شعارهایی در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن رژیم اشغالگر قدس سر دادند. جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین باعث شده هر روز مردم بیشتری از سراسر دنیا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. مستوری، شبکه‌ای.